سلام دوستای نازنین، باز هم به کانال خودتان خوش بود دیوی خوش آمدید. موضوع امروزی ما در رابطه با نخود و فوایدی که با خود دارد هست. پس جهت حمایت از ما تا آخر ویدیو با ما باشید. پنج فوایدی که نخود با خود دارد. بعد از دانستن این همه، نخود غذای اصلیتان خواهد شد. اگر این پنج نکته را بدانید. نخود از پر مصرفترین حبوبات جهان به شمار می رود. طعم مناسب، شیوه های متعدد پخت و پز و همچنین خصوصیات مفید نخود این دانه خوراکی را در لیست محبوب‌ترین غذاها قرار دادهاند. نخود مقدار زیادی پروتئین گیاهی، مگنزیم و مقدار قابل توجه مواد معدنی و آنتی اکسیدان دارد. پروتئین، کربوهیدرات، فایبر، ویتامین و مواد معدنی مختلف در نخود وجود دارد. با توجه به وجود زنک، آهن، نخود می تواند به عنوان تقویت کننده سیستم سلامتی، حافظه، استخوان‌ها و دندان‌ها عمل کند. علاوه بر همه آن چه ذکر شد، نخود پنج ویژگی مهم دارد که اگر افراد از آنها اطلاع کافی داشته باشند، نخود تبدیل به غذای دائمی آنها خواهد شد. اول، بهبود سطح آهن در بدن. نخود یکی از مهمترین منابع آهن به شمار می رود و دارای ویتامین سی است که به بدن کمک می کند آهن را جذب کند، لذا در صورت کمخونی می توان نخود را به رژیم غذایی افزود. دوم، پایین آوردن سطح قند خون. وجود کربوهیدرات های ترکیبی در نخود باعث افزایش نیرو در بدن بدون بالا رفتن سطح قند خون می شود. پروتئین موجود در نخود به افراد احساس سیری و شکم پوری می دهد و این نیز می تواند در پایین نگه داشتن سطح قند خون مؤثر باشد. سوم، خاصیت ضد سرطانی. مقدار قابل توجه اسید فولیک در نخود وجود دارد و این هم می تواند در جلوگیری از انواع سرطان مانند سرطان روده بزرگ نقش مهم ایفا کند. چهارم، پایین آوردن سطح کلسترول خون. مطالعات نشان داده که خوردن منظم نخود سطح کلسترول خون را کاهش می دهد و این یک غذای مناسب برای جلوگیری از بیماری های قلبی نیز است. پنجم، کاهش وزن. وجود مقدار زیاد فایبر در نخود به فرد احساس سیری و شکمپوری طولانی مدت می دهد. مصرف مستمر یا دائمی از نخود از چاقی جلوگیری کرده و در کاهش وزن تاثیر بسزایی دارد. خب دوستان نازنین، اگر تا حال نخود زیاد استفاده نمی کردید، از این بعد با یک شوق و ذوق نخود را به نوعی پخته کرده و نوشجان کنید تا از فوایدی که در خود دارد مستفید شوید. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار. اگر در این مورد نظری داشتید لطفاً در کامنت بنویسید.